امروز 22 جوزا یا خرداد 1399 مصادف است با 40مین سال درگذشت استاد محمد عمر مشهور به سلطان رباب و آوازخوان. استاد محمد عمر در سال 1284 هجری خورشیدی در باغبان کوچه کابل به دنیا آمد. پدرش محمد ابراهیم نام داشت که رباب نواز و طبله نواز معروفی بود. او در 9 سالگی قدم به دنیای هنر گذاشت. نخست زیر نظر پدرش به آموختن رباب پرداخت. بعد شاگرد پسر عمویش محمد ایوب شد و دروس رباب را نزد او ادامه داد. دیری نگذشت که شوق آوازخوانی به سرش زد و در این رشته شاگرد آقا محمد پدر استاد موسی قاسمی شد. همین که کارش در این هنر قدری بالا گرفت، به شاگردی شادروان استاد قاسم رسید و پس از آن به حیث یک آوازخوان معروف مدتها آوازخوانی و رباب نوازی کرد تا اینکه از همان آغاز تأسیس رادیو کابل رسماً به حیث آوازخوان همکاریش را با آن آغاز کرد. او سالهای زیادی یکی از معروفترین نوازندگان و آوازخوانان رادیو بود تا اینکه یک دم کار آوازخوانی را کنار گذاشت و صرفاً به رباب نوازی به صورت تک نوازی و دست جمعی همراه با ارکستر رادیو به فعالیت ادامه داد. جوان دان لی کوستیوم ناسیونو انی پیپی سال 1328 هجری خورشیدی بود که گروهی از استادان نامی موسیقی گرد هم آمدند تا رباب نوازی استاد محمد عمر که تا آن زمان به نام محمد عمر ربابی معروف بود را در ترازوی هنر بسنجند. آنها استاد قاسم، استاد غلام حسین، استاد معراج الدین، استاد نبی گل و استاد چاچا محمود بودند. یکی از پر اضطراب ترین و در عین حال پر افتخار ترین روزهای زندگی هنری محمد عمر ربابی بود. در همان روز او با موفقیت از بوته آزمایش بدر آمد و آن همه استاد فنون مختلفه موسیقی یک دل و یک صدا و به اتفاق آرا به هنر او آفرین گفتند و او را شایسته لقب استادی دانستند. مقامات مسئول و زی صلاح وقت نیز بر این داوری بجا و عادلانه صحه گذاشتند و استاد محمد عمر قدم به مرحله نوین زندگی هنری خیش گذاشت. حالا که پای شاگردان استاد وارد بحث شده است، از عده‌ای از آنها در اینجا یادی می کنیم. از میان شاگردان آوازخوان استاد محمد عمر، کافی است از امیر محمد، آوازخوان ورزیده و مشهور افغانستان نام ببریم. و اما از شاگردان استاد در رباب که شمار آنها به صدها تن می رسد و در سراسر کشور پراکنده اند، آنهایی که مشهورترند اینهایند: محمد اکرم روحنواز، شاگرد و داماد استاد که در عین حال سرودنواز و آهنگساز ماهری نیز هست. مرحوم توکل شاه، مهر محمد، عتیق الله، غلام محمد عطایی، غلام سخی، رحیم خوشنواز، بلبل شاه، غلام حسن، خلیل صدیق و حبیب الله که اکثر اینها از نوازندگان فعلی رادیو تلویزیون هستند. استاد نه تنها در داخل بلکه در خارج کشور نیز شاگردان زیادی دارد که از آن جمله نوازندگان انسامبل رباب نوازان شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان اتحاد شوروی که باری طی یک مسافرت هنری در آن دیار استاد شیوه رباب نوازی خیش را در اختیار آنان گذاشت. همچنان در سال 1353 دانشگاه سیاتل در ایالت واشنگتن ایالات متحده آمریکا
از استاد محمد عمر دعوت کرد تا به آن کشور رفته و به مدت 6 ماه محصلین و محصلات دانشکده هنرهای زیبای آن دانشگاه را در موسیقی رباب درس دهد. استاد آن دعوت را پذیرفت ولی بیش از 3 ماه و اندی در آن دیار طاقت نیاورد و دوباره به وطن بازگشت. ولی در همان مدت کوتاه عده‌ای بین 25 تا 30 دختر و پسر محصل موفق شدند اساسات رباب نوازی را از او بیاموزند و در پایان آن دوره کوتاه تحصیلی نغمه‌های زیادی هم از موسیقی محلی افغانستانی و کلاسیک را ماهرانه با رباب اجرا کنند. استاد محمد عمر جمعاً 5 بار ازدواج کرد که حاصل این ازدواج‌ها 4 دختر و 2 پسر است. فرزند نخستین استاد دختری است که همسر معروفترین شاگرد او اکرم روحنواز است و خود 7 دختر و پسر دارد. استاد محمد عمر که در سالهای دهه 40 و دهه 50 علاوه بر رباب نوازی در ارکسترهای کوچک و بزرگ رادیو به صورت مداوم رهبر ارکستر محلی رادیو افغانستان نیز بود، در ضمن نغمه های زیادی برای ارکستر خیش ساخته بود. مسافرت های رسمی زیادی نیز به عنوان نوازنده رباب و رهبر ارکستر محلی انجام داده است. 8 بار به اتحاد جماهیر شوروی، 6 بار به ایران، 4 بار به هند، 1 بار به پاکستان، 1 بار به یوگسلاوی، 1 بار به چین و 1 بار به ایالات متحده آمریکا که این تعداد سفر رسمی در بین هنرمندان افغانستانی بی سابقه است. ایشان در کنار ده‌ها جایزه هنری خرد و بزرگ از خارج کشور به اخذ 3 جایزه هنری مطبوعاتی و 1 مدال طلا از کشور خودش نیز نایل شده است. ولی با این همه همیشه سعی می کرد از چشم خبرنگاران پنهان بماند. او چیزهای زیادی از خود، هنر خود و خاطرات گذشته زندگی در سینه داشت که عادتاً کمتر از دل و زبان می آورد. سرانجام ساعت 2 بعد از ظهر روز پنجشنبه 22 جوزای سال 1359 سلطان رباب را در حالی که گروه کثیری از شاگردان، دوستان و همکاران او به شمول وزیر اطلاعات و کلتور افغانستان پیرامون مزارش حلقه زده بودند در شهدای صالحین علیه السلام به خاک سپردند. بدینسان شمعی که بیش از 5 قرن سوخته بود برای همیشه خاموش شد، ولی یاد آن هنرمند بزرگ همیشه در دلها زنده و جاوید است. بنیاد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی 40 سال در گذشت استاد محمد عمر مشهور به سلطان رباب را گرامی می دارد. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.